اولا درود بر شما و تمام بینندگان اندیشه، گروه اندیشه و بینندگان عزیز شما در ایران. مسئله مخالفین یا نقش مخالفین در خارج از کشور به خصوص باید اینجور به سلام مطرح بشه. شما فرمودین اپوزیسیون نسبت در مقابل رژیم. اول این رو با تعریف کنیم. اپوزیسیون رو موقعی ما میتونیم مطرح کنیم یا اسم ببریم که یک نیروی متشکلی باشه از نیروهای مخالف تا بتونه در مقابل رژیم قد علم بکنه و به اصطلاح بتونه تغییرش بده و نیروی جایگزینی بشه برای اون رژیم. ما اپوزیسیونی نداریم، ما در خارج مخالف داریم، مخالف فراوون هم داریم، ولی اینا هیچ کدوم متشکل نیستن و سازمان یافته نشده. تا زمانی که این مسئله سازمان یافته نشه به اینا نمیتونیم لقب اپوزیسیون بهشون بدیم. حالا ببینیم مخالفین خارج از کشور چی کار میتونن بکنن. اولا توجه داشته باشین رژیم که برپاست به علت قدرتش و تواناییش نیست، به علت عدم توانایی و عدم قدرت مخالفین و نبود اپوزیسیون. و تا زمانی که ما نتونیم متشکل بشیم، سازمان یافته بشیم و این مخالفین رو حول یک محور اصلی مبارزه با رژیم هست جمع بکنیم، اینها به حیات خودشون ادامه میدن. این مسئله ما. حالا ما این مسئله رو باید بشکافیمش. مراحل مختلفی داره که ما به اون نقطه برسیم. در درجه اول شناخت چهره واقعی این رژیمه. متاسفانه هنوز که هنوز بعضی از مخالفین در خارج از کشور چهره واقعی این رژیم رو تشخیص ندادن. فکر میکنن که شما با این رژیم آخوندی سر کار دارید و دارید مبارزه میکنید. در صورتی این نیست. نیروهای دیگه ای که پشت سر اینا هستن و 500 سال این بدبختی رو به سر ما آوردن، اونا هستن که اینا رو حمایت میکنن. ما باید برنامه بچینیم، روشی داشته باشیم، تاکتیکی داشته باشیم، استراتژی داشته باشیم که بتونیم مسئله رو، موزل رو به صلاح از ریشه حل کنیم. این مسئله ما. شناختش اصلا مهمتره. البته اینو باید عرض کنم. امروز ملت ایران در یک بحران وحشتناکی گیر کرده. و این ناراحتی و بحرانی شما میبینید با تئوری‌های خشک سیاسی قابل حل نیست. مردم الان طالب تئوری و نمیدونم فلسفه های سیاسی نیستن. مردم گرسنه. در درجه اول مسئله اختلاس وحشتناک اینها به وجود آوردن، این رژیم به وجود آورده و برنامه ریزی شده بوده و داره ادامه میده. وضع اقتصادی مملکت رو به اینجا رسونده. یه نکته دوم، فقر و بیکاری است، عدم تولید. این مسائل در گریبان گیریش هستن، این نارسایی ها هست. و سوم سپاهی که تمام، نمیشه گفت تمامش، 70% تولیدات کشور در اختیارشه، اقتصاد کشور در اختیارشه، بنادر در اختیارشه، چپاول ها در اختیارشه، میچاپه و در بانک‌های خارج میذاره و و و غیره. خودتون بفهمید. حالا فصل مشترک هر سه این مسائلی که ملت امروز باش روبرو هست رژیم آخوندیه. و تا این رژیم آخوندی برکنده نشه، از ریشه برکنده نشه، این موزل حل نمیشه. و متاسفانه این رژیم به دنباله همون فعالیت ها و همون سیاست های 500 سال گذشته بوده که ما نتونستیم این مسئله رو حل کنیم. امیرکبیر از بین بردن، نهضت های ملی رو از بین بردن، به بیراهه کشوندن و این بار هم خودتون بهتر میدونید و شاهد هستید، نمیدونید چی. و اینا با نقشه بوده، با هدف بوده. فرق نمیکنه کدوم رژیم، آقای احمدی نژاد باشه، اون باشه، سگ باشه، شغال باشه، همشون یکی هم. و همه از یک مدرسه مثلا درس میگیرن. اینه، تا این مسئله حل نشه و این موضوع حل نشه متاسفانه ملت به جایی نخواهد رسید. دوم، ما با تشخیص بدیم با کی طرفی، کی میاد تو میدون، نیروهایی که شما روش میتونه حساب کنین کیه. یعنی بدون برنامه، بدون هدف، ما همینجوری نمیتونیم بگیم رژیم باید برود.
این اشتباه رو سال 57 کردیم، دیدیم، گفتن شاه رو نمیخواد. بسیار خوب، چی میخواید؟ نمیدونستن چی میخواد. این بار دیگه ملت زیر بار چنین فریبی نمیره، لذا برنامه میخواد، هدف میخواد و باید بدونیم با کی طرف هستیم. حالا شما ببینید اجتماع ایران کیا هستن که میان موجب تغییر رژیم میشن. یه گروه روشنفکر و روشنفکر نما و نمیدونم تأثیر کرده هایی داریم که متاسفانه دارن به رژیم خدمت میکنن، برای رژیم خدمت میکنن، نیرو در اختیارش میذارن. اینها که حاضر نیستن بیان تو میدون، اینها که حاضر نیستن با شما مبارزه کنن. در ایران که اصلا به رژیم سواری میدن، خارج که میان شروع میکنن انتقاد کردن، که بساش خودتون دیدید که بعضی وقتا میرن سراغ کنگره و این طرف اون طرف طلب کمک های مالی میکنن، یه پول بگیرن که پس فردا برن پست بگیرن، مقام بگیرن و در رژیم آینده هم سهمی داشته باشن. پس این گروه بزن کنار. گروه دوم میشه کشاورزا، دهقانان دنبال در آوردن نون و آب زندگیشون هستن، مشغول اون کار هستن، چه بسا بعضیشون هنوز فکر میکنن سیستم پهلوی در ایران آب و برق و گاز و اینا بهشون رسونده و غیره، نمیدونن سیستم عوض شد. پس اونا رو باید بزنن کنار. تنها گروهی که میمونن و میتونن به سال فعالیت داشته باشن نیروهای جوانی هستن که بیکار هستن، کارمندان دولت هستن، حقوق بگیر هستن، کارگران هستن، معلم ها هستن، گروه های به اصطلاح تحت فشار، اونها هستن. ما باید بتونیم با اینها در ارتباط باشیم و مسئله حساس اینه که وظیفه نیروهای خارج از کشور چیه؟ آیا ما میخواییم بریم رژیم عوض کنیم؟ خیر، چون بدنه اون مردمی که لازمه برای تغییر در ایرانه، نیروی تغییر دهنده زیر خاکستر در ایران، ما نمیتونیم اونها رو به اصطلاح جایگزین کنیم یا خودمون رو جایگزین کنیم برای اونها که برن کار انجام بدن. از خارج شما نمیتونید نیروی پشتیبانی یا براندازی به وجود بیارید. تنها کاری که مخالفین خارج از کشور میتونن بکنن کمک و حمایت از اون نیروهای داخلیه که الان عرض کردم زیر خاکستر هستن، در ایجاد تشکیلات، ایجاد به اصطلاح صدای اونها رو به دنیا رسوندن، سازماندهی اونها میتونیم کمکشون کنیم، راهنماییشون کنیم. حالا بحثی بود، اگر جایز بود در مورد رسانه ها بنده عرض میکنم خدمتتون. سپاسگزار هستم. حضورتون عرض میکنم که جناب عالی اشاره فرمودید به نقش مردم که اونها در واقع تعیین کننده سرنوشت خودشون و کشور هستن، کاملا درسته، و به نقش مخالفین در خارج از کشور که هنوز نتوانستن متشکل بشوند و تبدیل بشوند که مردم در داخل از کشور بتواند نیرو در خارج کشور حساب بکنه و این نیرو هم بتواند بلندگو و سخنگوی اونها باشه. این استنباطی است که من از فرمایشات جناب عالی دارم. اما در این مورد یک پرسشی دارم. هم مطلبی که جناب عالی اشاره فرمودید، می‌دونیم که در دنیای مدرن نقش رسانه‌های جمعی بسیار بسیار حساسه و در واقع اینها با مایند کنترل یا مایند مانیپولیشن، کنترل افکار انسان‌ها و شستشوی مغزی، توانستن چه بسا انقلاب‌هایی رو در سراسر جهان به پا کنن، مسیر حرکت‌های مردمی رو از سوی به سوی دیگر ببرن. بسیاری تحولات رو رسانه‌های جمعی جهان که شوربختانه شاید حدود 95% هم در اختیار گروه خاصی است و اونها هستن که سرمایه‌داران بزرگ هستن، قدرتمندان جهان هستن و بخش عمده این میدیا رو دارن، به اضافه هالیوود و چه رسانه‌های نوشتاری، چه گفتاری و چه تصویری، همه اینها در اختیار اینها هستن، روزنامه‌ها، مجلات و به هر سو که بخواهن مردم رو می‌برن. به طب نقش رسانه‌های ایرانی در این جامعه جهانی بسیار بسیار اندک و شاید ناچیزه، اما نقش رسانه‌های ایرانی در خود جامعه ایرانی میتواند یک نقش بسیار پررنگ و مؤثر باشه. یعنی در این مورد چه نظری دارید و تصور می‌فرمایید که آیا رسانه‌های ما توانستن نقش واقعی خودش رو در رهایی ایران
انجام بدن؟ آیا قادر خواهند بود در آینده انجام بدن؟ و اگر نتوانستن انجام بدن و بخواهند انجام بدن، چه اصلاحاتی باید صورت بگیره؟ چه پیشنهادهایی میشود به صاحبان این رسانه‌ها ارائه داد و اونها در جهتی حرکت بکنن که حافظ منافع ملی و حافظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ما باشه؟ نکته بسیار بسیار حساسی رو شما اشاره فرمودید، مسئله نه تنها رسانه ها بلکه خبررسانی و شستشوی مغزی است که به مردم میدن. توجه داشته باشین رژیم در گذشته مخالفینش رو سر میبرید و هنوزم البته میبره در ایران، ولی اون موقع بیشتر در خارج انجام میداد. شما یادتون از آلمان گرفت تا آرژانتین تا جاهای دیگه قتلایی که اینها انجام دادن با صدارت آقای رفسنجانی و گروهش. تاکتیکشون رو الان عوض کردن. چند سال اخیر به جایی که سر ببردن در خارج قتل انجام بدن، در داخل عرض کردم هنوز شکنجه میدن، زندانی میکنن، همون به قتل میرسونن. در خارج الان کمترش کردن. تاکتیک جدیدشون اینی که نیروهای مخالف رو نذارن متحد بشن، همگام بشن، متشکل بشن. جلوگیری از تشکل یکی از تاکتیک هاییست که استعمار خوب یادشون داده. یعنی استراتژی رو از خارج به اینا درس دادن، یاد گرفتن و این روشی بوده که این 200 سال گذشته به خوبی انجام دادن براشون، به خوبی و به نفع غرب البته. به این ترتیب این رو الان ازدیاد کردن. یعنی چی؟ طریق رسانه های مختلف اینها یا پول میریزن یا میترسوننشون یا از اسرائیل پول میگیرن بهشون میدن و و و غیره، ایجاد تفرقه میکنن. یعنی چه؟ اینها هر کدوم سازی رو میزنن که رژیم میخواد. خب یکیسی درباره یه گروهشون درباره اصلاح طلبی صحبت میکنه، یک گروهشون درباره دفاع از سپاه صحبت میکنه، یک گروه دیگه بره بره چه بسا ادعی رو به عنوان مخالف پول خرج میکنه رژیم، به عنوان مخالف میفرسته میون مخالفین، نیروها رو به هم میزنه، کمک میکنه در ایجاد عدم تشکل. خب ما اینها رو باید بتونیم شناسایی کنیم و به ملت حالی کنیم و اینا رو رسواشون کنیم. حالا رسوا کردن اینها به تنهایی به درد ما نمیخوره. چرا؟ اینها هم میبایستی با ملت هم گام بشن، هم صدا بشن. اگر ما بتونیم نیروهای خارج از کشور رو، یعنی مخالفین خارجی از کشور رو زیر یک چتر فراگیر، همونجور خودتون فرمودید، همگامشون کنیم، همصداشون کنیم، یک شعار متحد بدن، اون موقع است که این رسانه ها هم اگر بیان با این نیروی همگام شده همکاری داشته باشن، حواظ بسیار خوبه و زی سعادت ملت. اگر نه، اون موقع است که اینا رسوا میشن. لذا وظیفه نیروهای خارج از کشور رسوا کردن این نوع رسانه هاست. من و تو یکیشه که میدونیم سیاهای پولش میده و خرج میکنن و غیره، هستن رادیو تلویزیون دیگه که عربا پول میدن، این پول میده و غیره، و اینا همه گمراه کننده هستن. یعنی افکار گمراه کننده ای رو به ملت اشاره میدن، برای ملت اشاره میدن، در کشورش اشاره میدن و این به نفع رژیمه. حالا بعضی وقتا خواسته است، بعضی وقتا ناخواسته، ولی در عمل نتیجه کار اینه که نیروهای خارج از کشور همگام نشن، با رژیم همکاری نکنن، متوجه در واقع رژیم برپا میمونه. پس در نهایت کمک به برپایی رژیم میکنن، استواری رژیم میکنن. اینی که میباید این رو روشن کرد. فرمایش میکنم 100% درسته. به عنوان نمونه دو هفته قبل یه گروهی رو از اروپا آورده بودن اینجا، بودنشون کنگره، باشون مذاکره کردن و بهشون قولهایی دادن، گفتن بهتون تمام کمک های مالی رو که میکنیم. هیچی رسانه های اینجا توجه داشته باشید، رسانه های خارج از کشور، یعنی خارج ایران و در دنیا برای شما گسیل میکنیم که بیان شما رو بزرگتون کنن و غیره. ببینید همیشه خودتون فرمودید اینها دست دارن در رسانه های دنیا، حداقل 90% رسانه های دنیا از شهر گرفته تا غرب،
پس معلوم میشه این برنامه های تلویزیونی شما میبینی، حالا من و تو باشه، صدای امریکا باشه، بی بی سی باشه و و و و غیره، اینها برنامه ریزی شده است از یه محل دیگه با یه استراتژی خاصی. میان رژیمی رو به صلاح یه گروهی رو بزرگ میکنن یا گروهی رو کوچیک میکنن، همینجوری که در زمان 57 انجام دادن. ببینید الان هم همینه. البته من این گروه گفتم که خیال نکنید به شما که کمک میکنن و رسانه ها رو در اختیارتون میذارن، رسانه های به قول خودشون رسانه های دنیا رو در اختیارتون میذارن، کلم در اختیارتون میذارن، شما پس فردا میانین رژیم رو عوض میکنید. خیر، خانم مریم رجوی رو آوردن همین بالا رو بشتن، گروه های دیگر رو آوردن همین بالا رو بشتن. این معنیش یعنی این که مخالفین رژیم متحد نشن، نه اینکه بشن. وقتی شما به گروه های مختلف دارید کمک میکنید، معنیش این که همینجور بمونید، همینجور غیر سازمان یافته و غیر متشکل بمونید تا رژیم برپا بمونه. حد اکثرش اینه که شناسایی میکنن، این لیست رو تحویل رژیم میدن، در واقع حمایت از رژیم فعلی دارن میکنن. اینجاست که من خواستم عرض کنم این رژیم، رژیم دست نشانده است. ملت ایران آگاه در داخل، فقط نمیدونه چجور باشون مبارزه کنه، قدرتش نداره، یا سر میبرن در همون داخل یا اعدامشون میکنن و و و غیره، فشارهایی که هست. ولی ملت آگاه‌تر از ما هست، در خارج هستیم. باز تکرار میکنم، این فقط و فقط ملت ایران موقعی موفق میشه که نیروهای خارج از کشور همگام همصدا بشن. این قدم اول. قدم دوم، رسانه ها رو مجبور میکنیم که چیکار کنن؟ از این امر تبعیت کنن و مجبورن تبعیت کنن، نه رسوا میشن. و در واقع من بواسطه از حرکت در داخل، از نیروهایی که زیر خاکستر هستن در داخل حمایت کنیم و صدای اونها رو به دنیا برسونیم. به همین دلیل این برنامه رو سکنیم آقای ملت ایران، که این صدای ملت ایران رو به تمام جهانیان برسونیم. بله، سپاس. زودتون عرض کنم که از باز اینطور من نتیجه گیری میکنم که از یک سو آقای ترامپ و کابینه او حکومت آمریکا در صدد تقابل و مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی است، از سوی دیگر با آوردن گروه های مختلف و حمایت کردن اینها در واقع به صورت غیر مستقیم کاری میکنن که یک رقابتی میان سازمان ها و گروه های مختلف سیاسی ایرانی در خارج از کشور به وجود بیاد. هرگز این رقابت اجازه اتحاد میان اینها رو نده و این منجر به ادامه عمر رژیم میشه. در این صورت پرسشی که اینجا مطرح میشه این است که آیا واقعا اینها در جهت حمایت از ملت ایران هستند؟ و این صحبت هایی که زد و نقیض می شود، آقای تیلرسون در مجلس میگوید که ما خواهان یک تغییر مسالمت آمیز رژیم در ایران هستیم، یا آقای ترامپ عملا خودش رو ملزم به حمایت از ملت ایران می داند و در مناسبات های مختلف تعریف از ملت ایران می کنه و در عمل اینجور عمل می کنند. واقعا اینجا یک شک و شبهه پیش میاد که چه میگذره، و پرسشی که شاید من و بسیاری از ایرانیان دیگر در خارج و در داخل کشور که این برنامه رو میبینند خواهند داشت، که اون است که حقیقتا چه میگذره و اینها چه میگویند، چه میخواهند، و ما در برابر این دو دوز بازی ها در چه شرایطی هستیم. جناب دکتر احمدی، مسئله ما داشتن نفت و گازه. بیان این نفت از گاز از ما بگیرن، خیالمون راحت میشه، وضعمون روشن میشه. بدبختی اونجاست، تا موقعی که ما این نفت و گاز رو داریم، اینها نمیذارن درآمد نفتی ما از گلوی ملت پایین بره. این یک استراتژی کلیست. حالا شما فرمودید خب این نیروهای مختلف رو میارن میبرن و غیره و غیره. بله، اینها ایجاد رقابت هم میکنن. حالا از میون اینها شاید یکی رو انتخاب بکنه، یکی از گروه ها رو حمایتش بکنن که این رژیم بیا سر کار. اگر با چنین وضعی، با چنین نیروی خارجی، با حمایت خارجی چنین تغییری بخواد انجام بشه، میشه یک چلوی دیگه، یک کارزای دیگه. آیا به درد ملت ایران میخوره؟ نه، جوابگوی کار ما نیست. ما دنبال استقلال سیاسی هستیم. ملت ایران دنبال استقلال سیاسیه.
در 57 هم این مسئله بود و این رو نمیذارن به صلاح پیاده بشه مگر اینکه یک نیرویی که خودشون میخوان حمایت کنه بیان جلو. حالا شما میفرمایید صحبت ها کارهای زد و نقیزه. نه زد و نقیز نیست، اینها امروز دیدن دوره مصرف رژیم آخوندی گذشته، تموم شده، لذا مجبورن یک آلترنتیو دیگه، یه بدل دیگه درست کنن و یه لباس دیگه تنش میکنن. به جای عمامه و فلان میان چکمه پاش میکنن، یه نظامی رو مثلا میخوان بفرستن، یا یه گروه اصلاح طلب رو اینا دارن حمایت میکنن. الان شما نگاه کنید دیگه، در خط اصلاح طلبی اینا دارن جلو میرن، میگه آقا رژیم رو میشه اصلاح کرد. این چندین بار بهشون گفتیم، برنامه‌های مختلف هم مطرح شده. آه شما سیب رو با اصلاحات تبدیل پرتقال نمیتونید بکنید، سیستم استبدادی رو شما با اصلاحات نمیتونید تبدیل دموکراسی بکنید. مردم ایران دموکراسی میخوان امروز، لذا جوابش مسئله خارج نیست، حمایت خارج نیست، ملت خودش باید بلند شه، خودش باید متحد بشه و خود به صلاح وارد بشه تو کار صحنه کارزا. بیرون نشستن، بی تفاوت موندن، نتیجهش همینه و بدتر از اینم خواهد شد. جواب دکتر برمی پرسیش که اینجا برای من مطرح میشه اینه که ما الان در حال حاضر شاهد هستیم در نقاط مختلف کشور، طبقات مختلف مردم، از مالباختگان تا وبلاگ نویسان تا مردمان عادی تا خواستگاه‌های بازار، معلمان، همه به نوعی اعتراض دارن، بازنشستگان، لشکری، کشوری، کسانی که کارگرانی که ماهاست و شاید یکی دو سال است که حقوق دریافت نکردن، کشاورزانی که زمین‌های اینها در اثر بی‌آبی خشکیده و از بین رفته و زندگی براشون واقعا مشکل هست، امرار معاش مشکل شده، همه اینها در حال اعتراض هست. اما این اعتراض ها هنوز نتوانسته گسترده بشه، به هم پیوسته بشه و تبدیل به یک اعتراض عمومی و تبدیل بشه به یک نافرمانی مدنی برانداز. ما در چه مرحله هستیم؟ آیا می توانیم این انتظار داشته باشیم که در آینده نزدیک یک چنین اتفاقی رخ بده؟ آیا این مستلزم این است که ما با توجه به اون اشتی که شما فرمودید در داخل مملکت هست و آتش زیر خاکستر هست، نیاز داریم که یک گروه رهبری در خارج از کشور داشته باشیم و بتواند جنبش رهایی بخش ملت ایران، رستاخیز ملت ایران رو مدیریت بکنه از آغاز تا پایان و حمایت جامعه جهانی رو جلب بکنه برای این مسئله؟ این موضوع به چه طریق انجام خواهد شد؟ یا اینکه نخه به صورت خلق و سایه هست، یک اتفاقی رخ خواهد داد که در بعضی از کشورها رخ داده و اون وقت مردم به جنب و جوش میان؟ این سناریوهای مختلف شما چگونه میبینید و کی قرار است که یک چنین اتفاقی رخ بده و ملت ایران به اون سمت و سو بره؟ ما شاید دو دقیقه هم بیشتر فرصت نداریم. یک دقیقه جواب شما رو میدم. ببینید، فرمایشتون کاملا صحیحه، ملت آماده بوده و هست، امروز بی نهایت آماده است، ولیکن تشکلی نیست. آیا یک فرد به عنوان یک رهبر باید بیفته جلو و مردم رو به صلاح منسجم بکنه؟ بنده میگم خیر. امروز قرن 21مه، اگر دنبال یک فرد بریم، فرد رو میدوزن، منحرفش میکنن، میکشنش و هزار مسائل دیگه هست و جنبش میخوابه. برای که این عمل انجام نشه، بهتره که ملت خودش متحد باشه، مستحکم بشه، به صلاح منسجم باشه، همگامی داشته باشه، یک تیمی داشته باشه. تیم میتونه از خارج کمکشون کنه، تیم به وجود بیاد که اغلبا در ایران هم 70-80% در ایران هم، شاید 20%، 10%، 30% در خارج. این تیم میتونه جنبش رو رهبری کنه و تا زمانی که این به وجود نیاد و از همینه، و اگرم انفجاری به وجود، انفجار سیاسی به وجود بیاد، متاسفانه به واسطه خلای سیاسی موجود یک نظامی رو میذارن اون بالا. ببینید این پاکستان، روش هایی که در پاکستان بود ما خواهیم در ایران پیاده بشه. خیر، پس به اینجاست که میباید ملت به خودش بیاد، بتونه دست به دست همدیگه بده و
در درجه اول همگام و همصدا بشه تا بتونه به اصطلاح هم جنبش رو رهبری کنه و خودش به پیروزی برسه. بسیار سپاسگزار هستم از توضیح شما و همین هست که میبینیم ایده دارن تلاش میکنن که سپاه پاسداران جا بیندازن که در صورتی که رژیم در معرض خطر قرار گرفت یکی از خود اونها و از بدنه رژیم بتونه کنترل اوضاع رو در دست بگیره و تداوم رژیم ادامه پیدا بکنه. در صورت سپاسگزار هستم آقای دکتر بهرامیان و فکر میکنم به پایان وقتمون رسیدیم. جناب عالی اگر مطلب رو دارید بفرمایید که بدون بگید. نه مسئله حساس پرس کردم، زدودن این اجتماع از آخوندیزمه و آخوندیزم رو از روحانیت من جدا میکنم به این معنی که روحانیت میتونه تهذیب اخلاقی ملت رو انجام بده، که البته این مسئله به عنوان باورهای شخصی است و بره در مناظرشون. آخوندیزم دکونه، همه مذاهب هم داره، هم مسیحا دارن، هم کلمیا دارن، هم مسلمونا دارن. الان قرن 21 هر کسی میتونه با خدای خودش به وسیله اینترنت شده به وسیله مستقیما در تماس باشه، دکون نمیخواد مثلا. این مسئله، ما باید روحانیت رو از به اصطلاح آخوندیز سرها کنیم و آخوند زدایی کنیم در کشور. این در درجه اول تمام اون فسادهایی که عرض کردم، اختلاس ها و غیره و غیره توسط آخوندها داره انجام میشه. عاملین خارجی کی هستن؟ همین آخوندها هستن. فدایان اسلام بودن که این رژیم رو بردن سر کار. فدایان اسلام شما میشناسید، برادر اخوان المسلمینی که از مصر شروع شد زمان وسیله انگلیس ها، هنوز هم همون ادامه میداره. اینها رو باید از بین برد تا ریشه اینا کنده نشه، ملت به آزادی نخواهد رسید. درست درود بر شما. سپاس از جناب عالی و سپاس از تلویزیون همشین که وقت رو در اختیار ما گذاشتید. درود با برنامه دیگه. درود بر شما. بنده ایران.